با سلام به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در حال حاضر 17 بیمارستان در سطح ایران به خاطر نبود نیرو تجهیزات و ردیف اعتباری تعطیل و بدون استفاده ماندند و 35 بیمارستان نیز نیمه تمام ماندند. حسن قاضیزاده هاشمی در جریان بازدید از تنها بیمارستان سی و دو تخت خوابی شهرستان رشتخار در استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه این بیمارستان پس از گذشت سه روز از افتتاح بلا استفاده مانده است افسود هرچند احتاس بیمارستان های زیر پنجاه تخت در هیچ جای کشور به صلاح نیست ولی تلاش می شود با کمک مجلس و دولت برای تجهیز، تأمین نیرو و ردیف اعتباری این بیمارستان ها اقداماتی صورت بگیرد. شهرستان هفتاد هزار نفری رشتخار فاقد بیمارستان و اورژانس جاده است. آقای قاضیزاده هاشمی همچنین اشاره کرد که در سه بیمارستان در استان خراسان جنوبی که بیش از دو سال از افتتاح آنها می پس از سه روز زنجیر شده است یک مقام آموزش و پرورش اعلام کرده ۵ هزار کلاس درس در ایران از بخاری استاندارد بی بهره ماندند این عدد به این معناست که در کلاس درس دست کم در کلاس های درس دست کم دویست هزار دانش آموز هنوز بخاری نفتی یا گازی می سوزد و جان آنها را به خطر می اندازد. مرتزا رئیسی رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور در آغاز فصل زمستان به خبرگزاری مهر گفته است که در ایران 75 هزار کلاس بدون بخاری استاندارد هستند به گفته این مقام آموزش و پرورش مدارسی که از بخاری استاندارد بی بهره ماندند در مناطق روستایی و محروم کشور واقع شدند 15 آذر 1391 ساعت 8 صبح بخاری یک کلاس 37 نفره در مدرسه شیناباد در پیران شهر آتش گرفت و زیبایی و کودکی دوازده دانش آموز را در شعله های آتش سوزاند. سالانه حدود 22 هزار نفر در استان خوزستان به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا و ریزگردها به بیمارستان و مراکز درمانی مراجعه می کنند. نمایندگان مردم خوزستان در مجلس از بیعملی سازمان حفاظت محیط زیست در قبال تشدید آلودگی هوا در این استان به شدت انتقاد کردند. جواد سعدونزاده نماینده مردم آبادان و عضو کمیسیون انرژی در مجلس اعلام کرده که دولت و سازمان محیط زیست برای مسئله ریزگردها که سالانه ده ها هزار نفر را در این استان راهی بیمارستان می کند هیچ فکری نکردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت این نماینده مجلس با بیان اینکه بسیاری از مناطق استان خوزستان نیازمند مالچ پاشی برای تثبیت شن و ماسه های روان هستند گفت در منطقه هورالعظیم در ارتفاعات ماسعی و جاهای دیگر اقدامات جدی برای این مهم صورت نگرفته و این باعث شده ما به طور مرتب گرد و غبارها و ریزگردها را در سطح استان خوزستان شاهد باشیم که این مسائل جانبی و طبعات بسیاری را به دنبال داشته است به گفته سعدونزاده هر ساله با نخستین باران بسیاری از مردم راهی بیمارستان می شوند که این موضوع در سال گذشته به بستری شدن 22 هزار نفر در بیمارستان منجر شد و امسال نیز رقمی در همین حدود بیمار شدند. او همچنین تاکید کرد امسال هفتاد نفر از مراجعان به بیمارستان ها در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند در حالی که سال گذشته تعداد بستری شدگان در بخش مراقبت های ویژه سیزده نفر بودند که این هشداری برای سلامتی مردم در این استان است. نماینده مردم و آبادان با بیان اینکه اقدامات سازمان محیط زیست برای بهبود هوای استان خوزستان قابل قبول نیست گفت تعلل این سازمان در بهبود هوای این استان به اوجگیری آلودگی ها در بعضی روزها دامن زده است مراجعه مردم شهرهای استان خوزستان در فصل پاییز و زمستان به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از آلودگی هوا و مواد آلاینده موجود در بارانهای اسیدی به بیمارستان در سالهای اخیر شدت گرفته است سال گذشته تنها در یک روز هزاران نفر پس از یک بارندگی شدید در احواز راهی بیمارستان شدند مردم شهر امیدیه نیز با چنین مشکل حادی روبرو بودند دانشگاه علوم پزشکی اهواز تأکید کرده است تحقیقات این دانشگاه نشان می دهد ماده ای محرک در هوای اهواز وجود دارد که بر دستگاه تنفسی انسان تأثیر می گذارد. گفتنی است چندی قبل با افزایش میزان مراجعه مردم خوزستان به بیمارستان ها و همچنین شدت گرفتن نگرانی آنها استانداری خوزستان تصمیم گرفت دیگر آمار بیماران تنفسی در این استان اعلام نشود. مهدی طائب رئیس قرارگاه امار گفته شورای عالی امنیت ملی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را باقی میداند و اتهامات این دو رهبر جنبش سبز را به آنها ابلاغ کرده است طایب افزوده که شورای عالی امنیت ملی اتهام باقی اتهام موسوی و کروبی را با حضور صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی بررسی کرده و این اتهام برای اعضای این شورا ثابت شده است به گفته وی در صورتی که برای موسوی و کروبی دادگاهی تشکیل شود مجازاتی بالاتر از حصر خانگی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد باقی مفهومی فقهی است و بر کسی اطلاق می شود که بیعت خود با پیشوای معصوم را شکسته و از اطاعت وی بیرون رفته باشد تیرماه امسال نیز جواد کریمی قدوسی نماینده محافظ کار مجلس گفته بود علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی محمد خاتمی را باقی می داند که این نقل قول از سوی دفتر خامنه ای تکذیب نشد عباس سلیمی نمین تحلیلگر سیاسی محافظ کار میگوید اکبر هاشمی با نوشتن نامه به علی خامنه ای در سال 88 به معاندان نشان داد تنش به بالاترین سطح مدیریتی در کشور رسیده است و همچنین گفت که بازداشت های صورت گرفته از سوی تشکیلات اطلاعاتی در آن سال گتری کورکورانه و فلی بود در اعتراض به انتخابات خونین سال 88 هزاران نفر از مردم و فعالان سیاسی توسط حکومت ایران بازداشت شدند که بسیاری از آنها همچنان در حبس به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری ها عباس سلیمی نمین تحلیلگر سیاسی محافظ کار با انتقاد از عملکرد رفسنجانی گفت که هاشمی قطعا با نامنگاری خود به خامنه ای به فتنه کمک کرد و بهتر بود برای کاهش سطح تنش نامه اعتراضی خود را به محمود احمدی نژاد یا قوه قضایی می نبشد. و این اقدام هاشمی را خطایی استراتژیک نامید که باعث شد دشمن آگاهی یابد شکاف ایجاد شده در جامعه تنها در میان نامزدهای انتخابات وجود ندارد و بین او و رهبر نیز مسائلی بروز کرده است در خرداد سال 1388 و در اوج مبارزات انتخاباتی و تنها چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در نامه سرگشاده ای خطاب به خامنه ای با اشاره به حضور انبوه جمعیت هوادار نامزدهای انتخابات در خیابانها از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود سلامت انتخابات را تضمین کند سال گذشته نیز هاشمی گفت که با خامنه ای رو در باستی ندارد و از نوشتن آن نامه سرگشاده پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به رهبر جمهوری اسلامی پشیمان نیست. سلیمی نمین در ادامه سخنان خود هم محمود احمدی نژاد را فردی مغرور و خودخواه معرفی کرده که با رفتار تنفربرانگیز خود سعی کرد با سوء استفاده از فضا قدرتش را افزایش دهد. وی افزوده احمدی نژاد در انتخابات سیاست خاص خود را دنبال می کرد که خامن نیز به آن سیاست نقد داشت و حتی به وی تذکر هم داده بود اظهارات وی در حالی بیان می شود که علی خامن ای در سخنرانی خود در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات به سراحت نظر احمدی نژاد را نسبت به سایر نامزدها نزدیکتر به نظر خود اعلام کرد. سلیمی نمین در بخش دیگری از اظهاراتش از رفتار و شیوه برخورد نیروی انتظامی و تشکیلات اطلاعاتی در ایران در جریان اعتراضهای سال 88 نیز انتقاد کرده است. وی گفته رفتار نیروی انتظامی در سال 88 نشان داد آنها دارای ضعف آموزشی هستند. به گفته وی نیروهای اطلاعاتی هم در بازداشتها به صورت ضعیف، گوتری و کورکورانه عمل کردند و از اشراف اطلاعاتی لازم برخوردار نبودند. به همچنین گفته قوه قضایی هم در حوادث آن سال آمادگی لازم را نداشت و به همین دلیل عمل کرده سعید مرتزوی برای کشور خسارت به بار آورد. سعید مرتزوی از عوامل اصلی سرکوب در سال 88 بود که پرونده او در جنایات کهریزک و نیز فساد تأمین اجتماعی در دادگاه های فرمایشی ایران دوچار فرسایش شد و به بایگانی رفت و تنها چندی قبل قوه قضایی اعلام کرد که سعید مرتزوی به انفصال دائم از خدمات قضایی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. اتحادیه اروپا انتخاب باجی قائد السبسی در نخستین انتخابات آزاد تونس به مقام ریاست جمهوری این کشور را تبریک گفت. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای با تبریک انتخاب آقای السبسی انتخابات تونس را نقطه عطفی تاریخی در راه تونس به سوی دموکراسی توصیف کرد. روز گذشته کمیسیون انتخابات تونس اعلام کرد که باجی قایدر در سپسی سیاست مدار 88 ساله تونسی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور با کسب نزدیک به 56 درصد آرا به پیروزی رسید رقیب اسلامگرای او منصف مرزوقی رئیس جمهور موقت کنونی کمتر از 44 و نیم درصد آرا را به دست آورد این نخستین انتخابات آزاد در تونس از زمان استقلال این کشور در سال 1956 تا کنون است السبسی که در رژیم گذشته تونس های نخست وزیری و وزارت خارجه را بر عهده داشت پس از سقوط زین العابدین بن علی حزب سکولار ندای تونس را بنیان گذاشت و در این راه فعالیت نمود در حالی که شورای امنیت سازمان ملل متحد علیرغم مخالفت چین و روسیه سابقه حقوق بشر کره شمالی را به بحث گذاشته است گزارش های منتشر است که دسترسی به وبسایت ها و اینترنت در کره شمالی به طور کامل قطع شده است اما آمریکا حاضر نشده که در این زمینه اظهار نظر کند باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا سه روز پیش وعده داد که کره شمالی تاوان حمله گسترده هکری به شرکت سونی پیکچرز را خواهد داد با وجود این ماری هارف سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از اظهار نظر درباره اینکه آیا واشنگتن مسئول قطع اینترنت در کره شمالی است خودداری کرد خبرگزاری فرانسه گزارش داده که خانم هارف در عین حال که گفته ایالات متحده گزینه های مختلف درباره چگونگی پاسخ دادن به کره شمالی را بررسی می کند اما افزوده است ما واکنش های خود را نشان خواهیم داد بعضی از آنها مشاهده می شوند بعضی ها شاید نه داگ مدوری یک کارشناس وب جهانی قطع کامل اینترنت در کره شمالی را تایید کرده است کره شمالی آمریکا را به حمله موشکی تهدید کرد اما تنها ساعاتی پیش از آن که خبر قطع کامل اینترنت در کره شمالی منتشر شود این کشور رئیس جمهوری آمریکا را متهم کرد که با بیمسئولیتی شایعات مربوط به حمله سایبری کره شمالی به شرکت سونی را پخش می کند. کره شمالی میگوید آماده ی حمله موشکی به کاخ سفید ساختمان وزارت دفاع یا پنتاگون و خاک آمریکاست. به گزارش آسوشییتد پرس این لحن گفتار شیوه ی معمول تبلیغات سیاسی در رسانه های دولتی کره شمالی در دوره های اوج تنش های سیاسی با واشنگتن است. اما انتشار یک بیانیه بلند از سوی شورای دفاع ملی نهاد قدرتمند کره شمالی نشان دهنده حساسیت پیونگ یانگ به فیلمی درباره ترور رهبر این کشور است کیم جونگ اون وارث چند دهه کیش شخصیت سازی خانواده اون در رهبری کره شمالی است آمریکا کره شمالی را به حمله سایبری به شرکت سونی و سپس به تلاش برای حملات تروریستی به سالن‌های سینما در آمریکا متهم کرده است. این تهدیدات باعث شد که شرکت سونی اکران فیلم مصاحبه را لغو کند. بارک اوباما در سخنرانی پایان سال خود وعده داد که به حمله هکری کره شمالی پاسخ مناسب خواهد داد. وی در مصاحبه با تلویزیون CNN که روز یک شنبه سی آذر پخش شد گفت آمریکا مسئله قرار دادن کره شمالی در فهرست دولت‌های مدافع تروریسم را بررسی می‌کند. کمیسیون دفاع ملی کره شمالی به رهبری کیم جونگ اون هشدار داد ارتش یک میلیون و دویست هزار نفری کشور آماده استفاده از همه جنگ‌افزارهای ممکن علیه آمریکاست. اداره سیاست های این کمیسیون در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری مرکزی رسمی کره شمالی منتشر شد گفته است شدیدترین حمله های متقابل ما به سوی کاخ سفید، پنتاگون و تمام کشور آمریکا زبالدان تروریسم هدفگیری خواهد شد که از حمله هایی که باراک اوباما وعده داده به مراتب سنگین تر خواهند بود. کره شمالی گفته است میداند چگونه ثابت کند که در حملات سایبری نقش نداشته است و انجام یک تحقیق مشترک با آمریکا را پیشنهاد کرده است کره شمالی و آمریکا که در جریان جنگ شبه جزیره کره از سال 1950 تا 1953 می از نظر اصولی هنوز در حالت جنگ هستند زیرا جنگ کره با متارکه و نه با آتش بس خاتمه یافت آمریکا حدود 28500 نیروی نظامی را با هدف مقابله با تجاوزات کره شمالی در کره جنوبی مستقر کرده است. رو در روی این دو کشور با برنامه های و موشکی و به علاوه ادعاهای مربوط به نقض حقوق بشر در کره شمالی تشدید شده است. بهار سال گذشته پس از تهدیدهای جدی کره شمالی بر انجام حملات اتمی علیه کره جنوبی و آمریکا تنش‌ها بار دیگر شدت یافت. سازمان عفو بین الملل در گزارش تازه می گوید دختران اقلیت ایزدی عراق به دست نیروهای حکومت اسلامی به بردگی جنسی گرفتار شدند. بسیاری از آنها 14, 15 و یا حتی کم, سند، سن داشتند و برخی نیز خودکشی کردند. این گزارش بر اساس دیده ها و روایت های قربانیان و یا بستگان آنها تهیه شده است دوناتا روورا مشاور ارشد امور واکنش فوری سازمان عفو بین الملل آنچه بر دختران و زنان ایزدی از سوی حکومت اسلامی رفته را فاجعه بار توصیف کرده است به گفته خانم روورا بسیاری از این دختران 14 یا 15 ساله یا حتی جوانتر بودند خیلی از آنها خودکشی کرده یا اقدام به خودکشی کردند در عین حال نه تنها اعضای گروه حکومت اسلامی که هواداران آنها نیز در تجاوز به دختران و زنان دست داشتند ایزدی های عراق در تابستان گذشته و پس از حملات شپ نظامیان اسلامگرا به منطقه سنجار ماهها در کوهستان آواره شدند طی روزهای گذشته پیشمرگه ها توانستند بخش های مهمی از منطقه سنجار را از کنترل داعش خارج کنند پیشتر نیز گزارش هایی در مورد اینکه نیروهای حکومت اسلامی به ربودن زنان و دختران ایزدی اقدام کرده و به آنها تجاوز کردن منتشر شده بود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه کنترل جمعیت را خیانت و تهدید کننده نسل مردم این کشور دانست آقای اردوغان با حضور در مراسم ازدواج یک زوج به عنوان شاهد عقد از آنها خواست که حداقل سه بچه داشته باشند تا به رشد جمعیت کشور کمک کنند رئیس جمهور ترکیه در بخشی از مراسم این ازدواج گفت خیانت کنترل جمعیت سالها در این کشور انجام شده تا نسل ما از میان برود وی پیش از این نیز بارها در مخالفت با سخت جنین یا وضع هم با عمل سزارین سخن گفته و زنان را به داشتن حداقل سه فرزند ترغیب کرده بود آقای ماه پیش هم فمینیست ها را به این خاطر که مادر بودن را نمیپذیرند و اهمیت مادر بودن را در اسلام درک نمی کنند مورد انتقاد قرار داده بود او در سخنانی در کنفرانس زنان در استانبول تأکید کرده بود مردان و زنان مساوی نیستند چنین چیزی خلاف طبیعت است رشد جمعیت ترکیه در سالهای اخیر کاهش یافته و در سال گذشته طبق آمار رسمی اندکی بیش از دو درصد بوده است رئیس جمهور ترکیه نسبت به تشکیل یک ساختار جدید کردی در شمال سوریه هشدار داد و گفت ایجاد چنین ساختاری تهدیدی برای ترکیه محسوب می شود جزیات بیشتر در گزارش خبرنگار ما در ترکیه بهنام امینی در حالی که رئیس جمهور ترکیه از تشکیل یک ساختار کردی در شمال سوریه ابراز نگرانی میکنه از آن سو صلاح الدین دمیرتاش نماینده کردتوار در پارلمان ترکیه و رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلقها بلافاصله پس از آزادی شهر سنجار در شمال عراق خواستار یک سیستم خودگردان در این منطقه شده فراش در این باره گفته سنجار در شمال عراق قرار داره و ممکن هست روزی مجددا به جنوب کردستان متصل بشه اما اگر این امر از روی دولت عراق صورت بگیره ممکن خطراتی داشته باشه از این رو باید همه احزاب کردی کمک بکنن تا سنجار بتونه به یک سیستم خودگردان دست پیدا بکنه گفته میتاش همینطور در مورد روند مذاکرات صلح میان کورت های ترکیه و دولت این کشور هم گفت که قرار هست یک هیئت از دولت به همراه هیئتی از نمایندگان کورت برای دیدار با اوجالان ظرف دو هفته آینده به زندان امرالی برن و در اونجا متن پیشنویس مذاکرات رو مورد بررسی قرار بدن او گفت که دولت ترکیه معتقد این کار رو انجام خواهد داد اما هنوز گام عملی در این باره بر نداشته البته از این سو هم دولت ترکیه به پس از اعتراضات ماه اکتبر در شهرهای کردنشین این کشور گفته ما اجازه نمیدیم کسانی که خواهان شکست این مذاکرات هستن به هدفشون برسن اما با وجود تحکیت های مکرر مقامات ترکیه خود اوجالان میگه مذاکرات طولانی شده و باید این مذاکرات پیش از انتخابات پارلمانی در ترکیه به سرانجام برسه البته پایان دادن به مشکل بزرگی که ترکیه بیش از سه دهه با اون درگیر هستش باید گفت که حالا بی تاثیر از رخدادهای های شمال سوریه هم نخواهد بود دولت ترکیه روند تحولات در شمال سوریه رو با وسواسی آمخته با نگرانی دنبال میکنه در که تشکیل کانتون های کردی در شمال سوریه حساسیت دولت ترکیه رو در پی داشته در واقع باید گفت یکی از دلایلی هم که ترکیه به جز کمک های بشر روستانه اقدام جدی نسبت به کوبانی انجام نداد همین نگرانی از قوت گرفتن نیروهای کوری در اون منطقه به ویژه نگرانی از حزب کوری تاده دموکراتیک سوری هستش که به باور دولت ترکیه شاخه دیگه پکاکا است و قدرت گرفتنش میتونه بر کوردهای ترکیه و همینطور مذاکرات صلح در ترکیه تاثیر بذاره دو روز پیش حتی آقای با انتقاد از اینکه اعتلاف جهانی شهر کوبانی رو مقدم و مهمتر از شهر حلب قلم داد کرده و تمرکز بیشتری روی اون داشته گفت بعضی های تشکیل دولت کردی در سوریه رو داشته و همواره سنگ کوبانی رو به سینه میزنند ما به امریکای ها گفتیم که مهم حلب از زیرا کوبانی اهمیت راه چندانی نداره ولی این موضوع برای بعضی ها مهم هستش او گفت به نظر میرسه این عده قصد تشکیل یک ساختار جدید در شمال سوریه رو دارن و سعی دارن با متحد کردن سه بخش کردی ساختار جدیدی در شمال سوریه تشکیل بدن رئیس جمهور ترکیه گفت که این ساختار تهدیدی برای ترکیه محسوب میشه و ما نمیتونیم این مسئله رو نادیده بگیریم بر روی به نظر میرسه که فرصت اندکی در مذاکرات صلح پیش روی دو طرف قرار داره و به ویژه کردها تمایل دارن دستگم تا بهار امسال و پیش از آغاز انتخابات پارلمانی ترکیه این مذاکرات به یک نتیجه مشخصی رسیده باشه رسانه های خبری روسیه اعلام کردند که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دعوت ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود برای سفر به مسکو را رد کرد. رسانه های روسی از جمله خبرگزاری های ریانوستی و اسپوتنیک اعلام کردند اوباما دعوت پوتین برای سفر به مسکو در هفتادمین سال روز پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم را رد کرد. این رسانه ها به نقل از مارک استروکس، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا اعلام کردند اوباما قصد ندارد در آینده نزدیک به روسیه سفر کند اوباما در سال 2010 هم از شرکت در مراسم 65 پنجمین سال روز پیروزی در جنگ جهانی دوم در مسکو خودداری کرد روابط روسیه و آمریکا به خاطر مسئله اوکراین تیره شده است و واشنگتن با همراهی کشورهای اروپایی چند بسته تحریم علیه روسیه وضع کرده است در برخورد عمدی یک وانت با مردم در محوطه بازار کریسمس در شهر نانت فرانسه یازده نفر مجروح شدند سخنگوی وزارت کشور فرانسه در اظهارات اقدام راننده این وانت را عمدی دانست و گفت که وی پس از این حادثه دست کم نه بار با چاقو خودزنی کرده است جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار ما در پاریس محمد رضا شب گذشته حدود ساعت هفت شب در شهر نانت در غرب فرانسه فردی سی و هفت ساله با یک کامیونت کوچک به جمعیتی که حدود 300 نفر در میدان غوایل میدان سلطنتی شهر از دکه های کوچک مراسم کریسمس خریدها و هدیه هایی رو تهیه می کردند حمله کرد ده نفر زخمی شدند یکی از آنها در وضعیت بسیار بدی به سر میبره و احتمال مرگ او بسیار است و خود فرد نیز با چاقو با ضرباتی که به خود وارد میکرد قصد خودکشی داشت بلافاصله آقای برنار کازنوف که قبلا به شهر دیژون رفته بود برای عملیات مشابهی که روز یک شنبه انجام شده بود خودش رو به شهر نانت رسوند و تحقیقات در این باره ادامه داره آقای کزنو وزیر کشور گفت که هیچ یک از این سه عملیات به همدیگر ارتباط ندارند و دلایل سیاسی و یا مذهبی هم پشت سر آنها نبوده و تحقیقات ادامه داره وزیر کشور همین امروز در جلسه ای با آقای والس نخست وزیر تشکیل دادند و تصمیمات تازه‌ای که گرفته شده است این است که به مناسبت جشن‌های سال نوی مسیحی و عبور و مرور و تردد مردم بازرسی ها و معموران بیشتری در محل گذاشته بشوند خبر دیگر این است که تحلیلگران جدا از اینکه این بیماران روانی رو از جمله یکی از آنها پنجاه بار به بیمارستان ها و یا پزشک مراجعه کرده نشانه گرفتن میگویند که این خشونت ها خشونت های کور هست و نباید به اونها اهمیتی بیشتر از اون چیزی که اتفاق افتاده داده شود پاریس تلویزیون ایران فردا با انتصاب رئیس جدید سازمان صدا و سیما تغییرات گستردهی در سطح مدیران و برنامه های این سازمان کلید خورد که همچنان ادامه دارد گفته می شود هدف از این تحولات حذف شبکه های کم مخاطب و ارتقای کیفیت برنامه هاست. ماه پایانی دوران ده ساله ریاست پیشین سازمان صدا و سیما با انتقادهای شدید جناح های مختلف از عزت الله زرقامی همراه بود و ادهی خواستار کنارگیری او شدند. با انتصاب محمد سرفراز به عنوان جانشین زرقامی در پانزدهم آبان ماه امسال زمزمه تغییرات مدیریتی حذف برخی و ادغام برخی دیگر از شبکه ها به گوش می رسید که در دو ماه گذشته خبر شماری از این تحولات رسانه ای شده است. در همین راستا خبرگزاری مهر به مرور رویدادهای اخیر در سازمان صدا و سیما پرداخته و تغییر همزمان 11 مدیر ارشد در 25 آذر را یک انقلاب خوانده است. علی اصغر پور محمدی که با آمدن سرفراز معاون سیما شده نهم آذر ماه از ادغام دو شبکه نمایش و تماشا خبر داد و در عین حال گفت که ادغام شبکه های دیگری فعلا در دستور کار نیست پور محمدی همچنین در جمع مدیران شبکه سه بر ضرورت کاهش هزینه ها تاکید کرد و از مدیران همه شبکه ها خواست تا داوطلبانه برنامه های پر هزینه، کم اثر و کم بیننده را از جدول برنامه ها حذف و کوچکسازی تشکیلات خود را در دستور کار قرار دهند. طقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما پس از تقدیم لایحه پیشنهادی بودجه 94 به مجلس گفت با وجود نیاز سازمان صدا و سیما به بودجه معادل دست کم 3 هزار میلیارد تومان در سال مالی پیش رو بودجه این سازمان در مقایسه با پارسال تغییر محسوسی نداشته و دولت رسانه ملی را موظف کرده است با پخش آگهی بازرگانی 1200 میلیارد تومان درآمدزایی داشته باشد. به گزارش واحد مرکزی خبر، سهرابی افسود این در حالی است که مردم از پخش آگهی بر اساس درآمد 890 میلیارد تومانی هم ناراضی هستند و رسانه ملی نیز مجبور به آنتن فروشی خواهد شد. در ادامه جابجایی مدیران ارشد صدا و سیما تقریبا تمام مدیران شبکه تغییر کردند و تنها مدیر شبکه چهار ابقا شد گفته می شود در شبکه یک تغییری در برنامه ها ایجاد نخواهد شد همچنین جعفری جلوه که از نخستین روزهای شکگیری سازمان صدا و سیما با آن همکاری داشته و مدتی مدیر شبکه های یک و چهار و معاون سازمان سینمایی فارابی بوده مدیر شبکه دوم شد. بیژگی قابل توجه در حکم انتصاب جعفری جلوه نام بردن از شبکه دو به عنوان شبکه تخصصی در مسائل اجتماعی است. محور اصلی فعالیت این شبکه تا کنون کودک و خانواده بوده است. قرار است بخش اصلی برنامه های شبکه سه نیز به ورزش و سرگرمی اختصاص داشته باشد که این موضوع احتمالاً تغییراتی در شبکه ورزش را به دنبال خواهد داشت. یکی دیگر از تغییرات تبدیل شبکه پنج است که پیشتر به عنوان شبکه استانی تهران فعالیت میکرد و در آینده به عنوان یک شبکه اقتصادی سراسری برنامه پخش می کند. چند روز پیش نیز اعلام شد که از سوم دی ماه دو شبکه افق و نسیم که تنها در تهران در دسترس بودند سراسری می شوند. این دو شبکه از طریق فرستنده های دیجیتال جایگزین شبکه های تماشا و العالم شبکه برون مرزی عربی زبان می شوند. با این جا به جایی گمانی زنی هایی درباره آینده شبکه العالم و احتمال حذف آن نیز مطرح شده که سازمان صدا و سیما تا کنون درباره آن خبری منتشر نکرده است. این شبکه که با هزینه بسیار با هدف شستشوی مغزی بینندگان عرب پای به میدان گذاشت حتی نتوانست به اندازه شبکه المنار وابسته به حزب الله لبنان که بودجهاش را رژیم ایران میپردازد مورد توجه قرار گیرد در عین حال ورود شبکه های به ظاهر مستقل که به شکل تلویحی سیاست های رژیم را توجیه می کنند همچون کانال المیادین رژیم را از شبکه هایی مثل العالم که آرم رژیم را بر پیشانی دارد بینیاز کرده است. شبکه های عربی رژیم مثل العالم هوسر ولایت و نظایر آن با برنامه های ملالاور، روزخانی و تبلیغات قائم بر دروغ و تحریف به جای جلب مشتری باعث نفرت بینندگان می شوند. همکنون بیش از هزار شبکه تلویزیونی ماهوارهی به زبان عربی روزانه هزاران ساعت برنامه های خبر، فرهنگی و ورزشی و هنری و فیلم و سریال پخش می کنند. که در میانشان شبکه های العربیه، الحدس، ام بی سی، روتانا، نیل، الجزیره و اسکای عربی و بی بی سی عربی جایگاه ویژه دارند. لازم به یادآوری است که تغییرات و جا در صدا و سیما در حالی انجام میگیرد که بارها مقامات ارشد ایران با انتقاد از افزایش ماهواره ها گفتند آمار بینندگان برنامه شبکه های ای از برنامه های صدا و سیما بیشتر شده و این رسانه علا رقم بودجه های هنگفت از شبکه های فارسی زبان هم شکست خورده است. به پایان بخش خبری امروز رسیدیم شاد و سرفراز باشید